رئیس شورای مبلغین و امامان جماعت مسلمانان کنیا از وزیر آموزش و پرورش این کشور خواست برای رفع تبعیض از دانش آموزان مسلمان تلاش کند. شیخ عبدالله عتیکا رئیس شورای مبلغین و امامان جماعت مسلمانان کنیا از خانم آمنه محمد وزیر آموزش و پرورش خواست که دستور دهد ایجاد محدودیت و ممانعت از انجام تکالیف شرعی برای دانش آموزان مسلمان در مدارس استانهای غربی کنیا برداشته شود. این درخواست او بر اساس شکایات والدین دانش آموزان مسلمان مدارس استانهای غربی کنیا مطرح شد. مدیران و معلمان مسیحی این مدارس اجازه ای اقامت نماز و روزه داری در ماه رمضان را به دانش آموزان نمی دهد. شیخ عبدالله حتیکا در نامه خود آورده است که بر اساس قوانین موجود و سراحت قانون اساسی کنیا احترام به عقاید مذهبی و اعتقادات دینی همه مردم اعم از مسلمان یا مسیحی از حقوق اولیه افراد است و مخالفت و ممانعت از این حق مخالفت با قانون اساسی کشور محسوب می شود. ترکیب جمعیتی کنیا به لحاظ اعتقادات مذهبی نشان می دهد که بیشتر مسلمانان در شرق و استانهای ساحلی شرق کنیا متمرکز هستند و هرچه از این استانها به سمت غرب کشور نزدیک میشویم تمرکز جمعیت مسیحی بیشتر می شود. از سوی دیگر باید اذعان کرد که با توجه به هم مرز بودن کنیا با سومالی و ناامنی هایی که توسط سنی های تندرو به ویژه گروه تروریستی شباب در استانهای شرقی کنیا رخ میدهد بعضا واکنش های از این دست در استانهای مسیحی نشین دور از انتظار نیست.